آقای سازگارا، ممنون میشم که کوتاه پاسخ بدید که بتونیم سوالم از آقای محمدی بپرسیم. چقدر فکر میکنید که صرف فشار مردم، ایرانی های خارج از کشور، بدون وجود یک ساختار منسجم اپوزیسیون میتونه موثر باشه؟ ببینید، حالا من نمیدونم این ساختار منسجم اپوزیسیون که میگیم صحبتشو میکنید قراره چی کار کنه، ولی هر کاری بخواد بکنه مهمتر از اون تأثیری است که در داخل ایران داره. ببینید الان سفارتخونه های اروپایی تا اونجا که من میدونم چشم و گوش این کشورهای دولت ها سفارتخونه خودشون، هزاری هم ما ها حرف بزنیم آخرش مأمورین خودشون در تهران براشون مهمند. گزارش هایی که اونها میدن از حرکت انقلاب در ایران اون براشون خیلی ملاکه. بنابراین حالا هر اپوزیسیونی در خارج باشه، در داخل باشه، هر چی باشه، قضاوت نهایی دولت ها برمیگرده به اینکه تا چه اندازه در حرکت انقلاب در داخل تأثیر دارن و انقلاب داره به چه سمتی میره. آقای محمدی ممنون میشم اگر شما هم کوتاه همین سوال رو پاسخ بدید. ببینید، گزارش هایی که از داخل سفارت خونه هم تو که آقای سازگارا فرمودند برای این دولت ها ارائه میشه، مشخصا منعکس میکنه شرایط داخلی کشور رو. در یک هفته گذشته 3 رویداد در ایران اتفاق افتاده: یک حمله به سفارت آذربایجان، دیگری مسئله گاز بوده در تربت جام که به جای اینکه دولت به اینها رسیدگی کنه حمله کرده به مردم، و ماجرای زلزله در خوی که مردم زلزله زده در برف با آبپاشی مواجه شدن. اینا نشون میده که جمهوری اسلامی یک دولت ناکارآمد هست و نمیتواند وظایف یک دولت رو انجام بده. دول اروپایی روی اسب مرده شرط نخواهند بست.